فقط گروه هایی هستن، اینا رو کار میان، ماشین جنگ دستشونه، یه اقدامات به مرکز چیز هم نداره، مرزون امروز از مجموعه جی هفت شما اگه امریکا رو بکشی، هیچ چی نمیمونه. مرکز این برنامه رو توی زیر سیاست گذاری هم خود ایالات متحده است. اتفاقا حتی محدوده جغرافیایی داره، مرکز داره، قدرت هژمونیک داره، این قدرت هژمونیک خود ایالات متحده است. از هر زمان دیگه هم آشناتره. نمیخوام بگم ببین چقدر سطح قضیه. از این پس دیگر گفتگو کردن درباره امپریالیسم امریکا ممکن نیست. این حرف چه معنی میده؟ خیلی ساده، گروه های وجود دارن، نخبگانی که کلیت های استثمار و از این طریق کلیت های ماشین جنگ رو در کنترل خود دارن و میکوشن در سطح جهانی خود رو به دیگران تحمیل کنن به طور طبیعی. یعنی مثلا نوکان های گروه بودن، اینا زدن و اومدن به قدرت، دوستان جنگ هم به وجود آوردن. اینا با سرمایه های بزرگی که دنیا دستشون هیچ رابطه ندارن، پشت سر اینا هیچ کس نیست. این نظرات نوکان ها از کجا اومده که یک گروهی هر گروهی به طور طبیعی این روند بسیار به تضاد و تناقض آمیخته است و تا مدت درازی در آینده هم لزوماً همین گونه خواهد بود. در لحظه حاضر بالاتر از همه رؤسای امریکای شمالی هستن که این سفته ها اعمال میکنن. چقدر مسخره است قضیه. رؤسای بلافاصله پس از آنها اروپایی‌ها، روس‌ها و چینی‌ها وجود دارند. اینها برای این وجود دارند که امریکایی‌ها را پشتیبانی کنند یا زیر پای آنها را خالی کرده و آنها را از میدان ببرند یا حتی آماده باشند در تغییر رهبری خود آن را به دست گیرند. یعنی فقط سطح سیاسی قضیه رو دارد می‌بینه. فکر می‌کنه همینطور که تو ایران نمی‌دونم احمدی نژاد شاهرود و بعد روحانی اومده به قدرت رسید، مثلا نوکان‌های گروه به قدرت رسیدن، حالا دارن اینجوری عمل می‌کنن. پشت اینا آیا اون برنامه‌ای که از زمان ترومن ریخته شد توی امریکا برای تجاوز به دنیا و تمام این عروسک‌هایی که بعد اومدن فقط اجرا کردن اون برنامه، سرزمینی که رئیس جمهورش یعنی گنده ترین بالاترین آدمش رو که با رأی همه مردم منتخب رأی همه تو روزه روشن میکشندش، بعدا اصلا معلوم نمیشه کی پشت کی زده پشته، تو اینجوری قضاوت میکنی. هیچ نیروی دیگه تو اونجا نیست، اون نیروهایی که برکارند رو، ارتباط اون نیروها، اون سرمایه بزرگ و محافلی که اون سرمایه رو چک کنن با این قدرت سیاسی ظاهری نمی‌بینی. من خواهم بگم در مقایسه با هابسون 70 سال پیش، این آقای نگری 100 سال اول اسمش هم کمونیست بوده باشه، 100 سال از اونم عقبه. یا اون یارو که نه با وزارت خارجهشون بود، معاون وزیر خارجه بود، ولی نقد چیز کرد، یک کتابی برداشت نوشت که گفت تمام برنامه ریزی اون بحران جنوب شرقی آسیا رو خودتون کردید برای اینا رو که زیر اخیره کشید و انتظار عواقبش رو باید داشته باشیم. یه اصطلاحی به کار بوده، یه اصطلاح نظامیه که این تفنگ های سنگ وقت شلیک میکنه پس میزنه اونجوری چی کرده. خود اونا واقع بینتر هم تحلیل نمی کنم ولی میگم قضیه از این قراره. اما میخوام بهت بگم ببین توی این سن سده دیگه سده خیلی مثل اینا بودن، آدم هایی مثل کاوتسکی، آدم هایی مثل اون موجی که بعد برنشتن اینقدر از اون اسم اومد و رفت. در هر صورت اونم یه موج جهانی سازی بود اوائل قرن بیست، حالا اوائل قرن بیست یکم انواع اصلا صحبت ها شده. اینا اون بار رو اونقدر نداره، تحلیل هم نداره. آیا امروز نیروی سیاسی کشورهای ثروتمند سر می‌داری پشت سر حرکت تجاریشون نیست؟ آیا نسخه هایی که IMF و WTO
این اصحاب رو کی با میسه پای اجراش؟ آیا ارتش امریکا رو ناتوجاد صاف کنه؟ چی میخوام توی اروپا شهر؟ چی میخوام توی اروپا؟ چی میخوام؟ پره پنج مرحله که امین صحبت شو ازش کرد که اول مثلث که اونجا شد به اجماع واشنگتن، بعد امریکای لاتینی کردن شرق اروپا، بعد خاورمیانه بزرگ، بعد دور زدن چین و روسیه که یعنی چی؟ مگه تو تصورت از امپریالیسم چی بوده؟ تعریف چی بوده که نمی‌بینی؟ من میگم یعنی اون امور عملی رو شما بگیری بذاری جلوش که از هر زمان دیگری امروز به دلیل اینکه تو بحران افتادن بهتر فهمیدن که اون سرطخانشون رو، اون سلاحشون رو، اون نیروی سیاسیشون رو حالا باید بگذارن برای حفظ موجودیت چون پشت سر سرمایه رو با خود انقلاب فرانسه معنی داره. وقتی از اونجا شروع بکنه خود آدم میرسه به اینا که اینا فقط نشخوار دارن میکنن دست هشت، ولی اصل مطلب فقط در مورد تعریف روشن فکرم نیست، اصلا ایدئولوژی رو، اصلا برخورد ارزشی رو تو جامعه، برخورد طبقاتی رو، ریشه ها شما بخواید درست تر بری جلو میرسید به ببر، میرسید به مانهایم. خدای اینا اوناست گرفتند که یه آدمی رو تعریف میکنن، یه آدمی رو تصور میکنن بیرون تاریخ تو خلا، آدمی که نه موقعیت اقتصادی و اجتماعی داره، نه به هیچ طبقه خاصی فلان هست، مدهوش. اون وقت باید بیاد تو جامعه شناسی جامعه رو بررسی کنه، جامعه ای که باز توش هیچ خبری نیست. اگه شما صحبت از ناروایی، صحبت از استثمار، صحبت از بی‌عدالتی کردی، اینا ارزشیه. معلوم نیست اگه اینا تو جامعه وجود دارد، اگر وجود داشت، یه جامعه شناس که میخواد اینا رو بررسی بکنه تکلیفش ما اینا. این بحث رو میخواد بکنیم. یعنی اساساً تعریف مفهوم روشنفکر خود به خود آدم میرسه. رابطهش با حرکت تاریخ، رابطهش با طبقات، رابطهش با تحول تاریخی چی کار است؟ در خدمت وضع موجوده، در خدمت تغییره. آیا روشن فکر یعنی کسی که آینده رو و ضرورت‌های تغییر آینده رو بیشتر از دیگران می‌بیند، می‌فهمد کجا می‌خواد بره. پس تکلیف اونی که در خدمت سیستم قدرته که هدف اصلیش حفظ وضع موجوده چیه؟ متوجه بحث اینه. و توی این بحث کارم خیلی روش کردم. اون کنگره آزادی فرهنگی با پول CIA بعد جنگ توی اروپا کلی آدم خرید. بعد اون غروب ایدئولوژی و نظریه پایان ایدئولوژی و پایان جهان و فلان همه از اونجا در اومد. بعد اومدن سراغ بحث روشنفکری. روشنفکر رو لیبرالیزم نو حالا اینجوری تعریف میکنه که در واقع یه آدم تحصیل کرده دانشگاهی، هر کس که حالا بهتر میتواند یافته های علمی رو، حالا علوم کنکرت خاص، ترجمه کنه به تکنولوژی و بگیره به خدمت. متوجه است؟ یعنی آدم متخصص. تعریف روشن فکر این نیست. روشن فکر یه تعریف تاریخی داره، یه بستری تاریخی داره. اینم مثل بسیاری زمینه‌های دیگه تحریف و لوس کردن مزورانه است. و من میگم این بحث رو خیلی چیزا رو حالا روشنم میکنه برای صحبت بعدیمون. حالا تو مثلا یه ساعت فرصتی که داریم اینو ببریم پیش. غرب سرمایه‌داری در زمینه مفهوم روشن فکر هم ریاکارانه، مثل بسیاری از مفاهیم دیگه، این مفهوم هم لوس کرده، تحریف کرده، علل خصوص تو چند دهه گذشته تلاش در این زمینه شده. اما لزوماً هر دانشوری، هر تحصیل کرده دانشگاهی، هر کسی که توی یکی از رشته‌های علمی
حالا آگاهی های بیشتر از سطح عمومی جامعه داشته باشد این روشن فکر نیست. ممکنه شما بگید چون این کسی دانشوره، دانشمنده، اما روشن فکر یه بار تاریخی داره، یه مفهوم تاریخی داره که احتیاج به نظر من برای اینکه باز بشه احتیاج به توضیح داره. این قضیه انسان در برابر خودش از یک طرف طبیعت رو داره، برای شناخت تلاش میکنه، روش نفوذ کنه، بشناستش، دگرگونش بکنه در جهت هدفهای خودش، و از یه طرف دیگه جامعه رو. اگرچه این جامعه هم بخشی از طبیعته، برای اینکه انسان برخواسته از طبیعته، انسان از مریخ نیامده، یه موجودی است که از دل همین طبیعت گیرم پیچیده ترینشه، تکامل یافته ترینشه، اما بخشی از خود این طبیعت هست. بنابراین جامعه هم که مجموعه این آدم هاست و رفتارهای اجتماعی این هاست، مثل خود طبیعت قابل شناخته. نمیشه گفت طبیعت قابل شناخته، یعنی من به علم بودن فیزیک یا شیمی یا زیست شناسی قائل باشم، اعتقاد داشته باشم، ولی به قابل شناخت بودن جامعه اعتقاد نداشته باشم، چون اینم بخشی از اون طبیعته. اما پیچیده تره و یه تفاوت هایی هم داره. تفاوتش چیه؟ اینه که شما وقتی سراغ طبیعت بی جان، طبیعت غیر انسان میرید، به اصطلاح حالا فرنگی، با یه سوژه و یه ابژه، یه ذهن شناسنده، انسانی که میخواد ببینه این طبیعت چی هست طرفی، و با یه طبیعتی که جنبه 100% عینی داره، اشیاء، یه موجودیت مادی فاقد ذهن، سنگ رو، زمین رو، منابع زیر زمین رو، نمیدونم فلزات رو، فضا رو، اتمسفر رو، کنش و واکنش اینا رو تو هم دیگه میخواد بررسی کنه، علوم مختلف بررسی میکنه. این یه عرصه است که یک طرف ذهن مطلق انسان، ذهن شناسنده است، یک طرف عین مطلقه، زیرا طبیعت بیجان فاقد آگاهیه از هستی خودش و از ارتباط خودش با سایر اجزای طبیعت بیجان. آگاهی و ارتباط و واکنش نسبت به اونها نداره. اما تو جامعه انسان، نه طبیعت بی جان، میخواد خود انسان رو بشناسه. این بار ذهن شناسنده صاحب آگاهی است، انسانی که میخواد جامعه رو بشناسه. آنچه که موضوع شناخت شما قرار میگیره، اون ابژه‌ای هم که باید بریم بشناسیمش، باز صاحب آگاهی است، برای اینکه جامعه است، مجموعه است از انسان‌ها که از بود خودشون آگاهند، از مناسباتشون با دیگران آگاهند، هدف‌هایی رو برای خودشون تعریف می‌کنن، اون مقدار که اختیار دارن و نیرو دارن در جهت رسیدن به این هدف‌ها تلاش می‌کنن. بنابر این در ابژه شما هم، در اون عینی که مورد شناخت، موضوع شناخت قرار میگیرد، هم عنصر ذهنی و آگاهی وجود داره و همین شناختش رو مشکل میکنه. یعنی شما دیگه با سنگ معدن طرف نیستی وقتی میخوای تو جامعه بری جامعه رو بشناسید، باید انسان طرفی که اونا صاحب اندیشن، صاحب هدفهایی هستن، صاحب تلاشهایی هستن، تغییراتی تو محیط خودشون، تو زندگی خودشون میدن. این یه خورده مشکل ترش میکنه شناخت اجتماعی رو از شناخت طبیعی. و تفاوت بزرگی که اینجا وجود دارد اینه که افراد و آحاد انسان صاحب یه منافعی هم هستند، بر اساس اینکه تو نظم اجتماعی کجا قرار گرفته باشند، صاحب یه تلقی های نسبت به این نظم اجتماعی هستند. ممکنه این نظم اجتماعی براشون مطلوب و مقبول باشه،
اگر منافعشون رو تأمین بکنه. بنابراین در صدد حفظش، در صدد نگه داشتنش برمیان و ممکنه که این نظم مطلوبشون نباشد و در صدد تغییرش بر بیان. به این کیفیت وقتی انسان در مقام شناخت جامعه برمیاد، نمیتونه نه از لحاظ عینی که موضوع شناخت هست، نه از لحاظ خود ذهن شناسنده، برخلاف اونچه که بسیاری از این صاحب نظران لیبرال مطرح میکنن، نمیتونه کاملا بیطرف، کاملا غیر ارزشی باشه. معلوم نیست متفکرین لیبرال و نو لیبرال به کدوم جنبه اعتراض دارند. آقای وبر مثلا که شما اسم آوردید، یا بیشتر از او مانهایم، کارل مانهایم که یه جوری پیغمبر این طرز تفکر هست، و تمام کسانی که تو دهه های بعدی این بحث رو چی کردن، یه جوری در واقع من به تغذیهشون وبر یا مانهایم هستن، صحبت از بررسی غیر ارزشی جامعه میکنن. یه مسئله اون چیزیست که مورد مطالعه و بررسی شماست، یعنی خود جامعه هست. خب وقتی شما خواص یه سنگ رو، خواص یه ماده شیمیایی رو بررسی میکنید، با این مسئله درگیر نیستید. ولی وقتی جامعه رو میرید بررسی میکنید، اگر تو خود جامعه، نه در ذهن فردی که جامعه رو میخواد بره بشناسه، اگر تو خود جامعه نابرابری وجود داشته باشه، اگر تو خود جامعه استثمار وجود داشته باشه، اگر تو خود جامعه ستم وجود داشته باشه، آیا شما مجاز به انعکاس این توی تحقیقاتت، توی نتیجه تحقیقاتت هستی یا باید سانسورش بکنید؟ خب این که ارزشی است. وقتی شما بحث استثمار رو مطرح میکنید، وقتی بحث ستم رو مطرح میکنید، وقتی بحث بی‌عدالتی رو مطرح میکنید، وقتی بحث خودکامگی و استبداد رو مطرح میکنید، دارید ارزشی برخورد میکنید و این با نفس جامعه ارتباط داره. اگر صحبت بر سر موضوع شناخت جامعه که موضوع شناخت در عرصه دومی است، با طبیعت بیجان تفاوت داره. اگر مسئله بر سر ذهن شناسنده است و مداخله در واقع گرایش های ارزشی اون کسی که میخواد جامعه رو بشناسه و تحقیق بکنه، بازم شما نمیتونید انسانی رو داشته باشید، ولو پژوهشگر، ولو فردی که میخواد جامعه رو برد بشناسه، که این آدم خودش بیرون از سیستم اقتصادی اجتماعی معین، بیرون از تاریخ، بیرون از روابط و منافع مشخص اجتماعی باشه. همچه آدمی توی خیال، تو ذهن کسانی که بحث میکنن ممکنه وجود داشته باشه، ولی هر فرد انسانی، ولو اون پژوهشگری که میخواد کار اجتماعی بکنه، متعلق به یه طبقه است، یه منافعی رو داره، متعلق به یه جامعه خاصه و یه طرز فکری داره. به این کیفیت شما در عرصه اجتماعی ناگزیر با ایدئولوژی طرف هستید، ناگزیر ارزش گذاری دارید، برای اینکه این عرصه ذاتاً با عرصه طبیعت، طبیعت بی جان جدای از انسان، این عرصه متفاوته. کار علوم اجتماعی باز کردن و توضیح دادن واقعیات جامعه و جهان هست. این تعریفشه، وظیفه‌ایه که براش تعیین شده. خب و انسان به عنوان حامل علوم و ارزش‌ها، با تکیه بر واقعیات و آگاهی‌های علمیش در مورد نظام اجتماعی که مورد بررسیش هست، داوری می‌کند و برای تغییر جهان در راستای بهزاسی سرنوشت و آینده خودش، در راه بهبود سرنوشت و آینده انسان تلاش می‌کند، برنامه ریزی میکنه، سیاست گذاری میکنه. خب شما با نظامی طرف هستید، سرمایه داری، که عمل کردش در لحظه حاضر مخالف ارزش های انسانیست.
یعنی در راه کسب سود، در راه کسب سود بیشتر، همه ارزش ها رو، همه رو قربانی میکنه. و علم افشاگر این عمل کرده تاریخی است، علم اجتماعی، علمی که چشمش رو این ببندید که علم نیست، علمی که نتونه ببینه چه داره تو جامعه اتفاق میفته، که نمیتونه مدعی علم بودن باشه. علم افشاگر این عمل کرده تاریخی است. اینجوری تو این نظام بین شناخت علمی، شناخت این سیستم، شناخت عمل کردش و نتایجش از یک طرف، و ارزش ها و جهان بینی و سیاست و ایدئولوژی از طرف دیگه، یه تضادی به وجود میاد. برای پژوهشگری که از یک طرف میخواد واقعیت رو بشناسه، بشکافتش، آنگونه که هست بتونه بشناسه و معرفیش بکنه، و از طرف دیگه به یه سلسله ارزش هایی پایمنده، یعنی نمیخواد تن به استثمار بده، نمیخواد تن به خودکامگی بده، نمیخواد تن به یه سلسله واقعیات اینجوری جامعه سرمایه داری بده، دو تا راه بیشتر وجود نداره. یا اینه که تن بده به این ارزش ها، در جهت حفظ این ارزش ها، در جهت حفظ وضع موجود، بغلط تو دنیای فردی خودش و در واقع تابع قدرت بشه. یا اگر این تضاد رو میبیند و حاضر نیست تن بدید به این ارزش ها، خود به خود در برابر قدرت قرار میگیره. برای اینکه خاصه قدرت، قدرت سیاسی تو هر جامعه، حفظ وضع موجوده، و اون کسی که سودای تغییر در وضع موجود رو در جهت بهسازی سرنوشت انسان داره، طبعا مقابل این موضع قرار میگیره. به همین دلیل درست میرسید به نقطه ای که میخواید تعریف کنید. هر دانشوری که ذهن خودش رو، دانش خودش رو در خدمت وضع موجود بگذارد، به صرف این که مثلا تحصیل کرده تره، مثلا توی رشته علمی آدم شاخصی هست، اینو شما نمیتونید بهش بگید روشن فکر. روشن فکر معنای تاریخی داره، کلمه ایست که از کلم انقلاب فرانسه آورده، اینو وارد تاریخ کرده، و اونیست که در واقع آینده رو، ضرورت‌های آینده رو، چشم‌اندازهای سرنوشت آینده انسان رو بیشتر و روشن‌تر از دیگران بیند و پاش می‌ایسته. و چون قدرت حاکم حافظ وضع موجوده، خواه و ناخواه به طور ذاتی روشن فکر در برابر قدرت حاکم میسته. اینه که نتیجه گیری اینه که روشن فکر نمیتونه در خدمت قدرت حاکم باشه. کاری که لیبرالیسم نو کرده تو این 20 سال گذشته، تو مفهوم این اومده دستکاری کرده. امروز با وضعیتی طرف هستیم که هر تحصیل کرده سطح بالای دانشگاهی رو، هر آدمی رو که تو هر رشته علمی شاخص‌تره، روشن فکر معرفی میکنن، و اون بار اجتماعیش رو همونطوری که تو موضوع مثلا یک علمی مثل اقتصاد سیاسی میخوان بار سیاسیش رو بگیرند، میان با جایگزین کردن اقتصاد خرد، یعنی سرنوشت یک واحد اقتصادی، یک مؤسسه اقتصادی منفرد، به جای اقتصاد سیاسی که محل تلاقی جامعه و تولید هست، میخوان در واقع اون بار رو بگیرن، به تصور خودشون زهرش رو بگیرن، به یه علم اخطه‌ای تبدیلش بکنن در حد حسابداری و حسابرسی بنگاه. همینطور بار تاریخی این کلمه رو تو 20 سال گذشته سعی کردند بگیرن. زمانی آقای مانهایم خودش معتقد بود که با گسترش دانشگاه‌ها در عصر جدید، با گسترش تحصیلات دانشگاهی که این امکان رو فراهم کرد که بچه‌های همه طبقات، سرمایه‌دار، کارگر، دهقان، طبقه متوسط، بالا پایین، همه میتونن برن دانشگاه، و تحصیلات دانشگاهی اینا رو به هم نزدیک می‌کنه، یه لایه‌ای منفک از علایق و وابستگی های اقتصادی به وجود خواهد آمد که با هم نزدیکی دارن دانشگاهی ها، با هم افق های نزدیک و مشترکی دارن، و شاید اینها بتوانند
جدای از وابستگی های طبقاتیشون، جدای از علایق اقتصادیشون، با هم دیگه زیر تأثیر این اشتراک که همه دانشگاهی و تحصیل کرده هستن بتونن یه چشم‌اندازی برای بشریت مدرن تعریف کنن. یه جورایی اون صحبت‌هایی که حالا چند دهه هست می‌کنن و تلاشی که در جهت تحریف مفهوم روشنفکر میشه ریشش تو اون گفتاری است که مانهایم می‌کنه. اما خب تو چند دهه اخیر دیدیم که چجوری هر چه رفتیم جلوتر دانشگاه ها، مؤسسات تحقیقاتی و تحصیل کرده ها بیش و بیشتر سر در آخر قدرت دارند و به قول ادوارد سعید حالا در مقابل مانهایم، از ادوارد سعید نقل قول کنیم، به قول ایشون حرف درستی است، هیچ زمانی به اندازه امروز محافل علمی در خدمت زر و زور نبودند. به این کیفیت از نتایج تحقیقات مؤسسات تحقیقاتی، دانشگاه ها، انستیتوهای مختلف، دستگاه نظامی و سیاسی، دستگاه حاکم کشورهای مخصوصا ثروتمند سرمایه‌داری هیچ وقت به اندازه امروز استفاده نمی کرده و بطلان اون تصوری چشم‌اندازی که مانهایم داشت رو کاملا توی چند دهه اخیر دیده ایم که واقعا متخصصین برجسته اصلا سازماندهی میشن به وسیله نیروهای متجاوز، به وسیله نیروهای سیاسی، به وسیله محافل سیاسی، به وسیله نیروهای نظامی. بیشترین متخصصین در خدمت دستگاه نظامی کشورهای سرمایه‌داری قدرتمند و بزرگ هستن. به این کیفیت اون پیش بینی هم که، اون تصوری هم که آقای مانهایم داشت با واقعیت تجربی تاریخی امروز باطل از آب در اومده و در هر صورت رو این باید تکیه کرد که تو این انتخاب که آیا تو گرایش حفظ وضع موجود و منافع موجود هست یا گرایش تغییر وضع موجود در جهت رفع مشکلات و مسائل بشر امروزی، اینجا تکلیف روشن فکر روشن میشه و اون کسی که در خدمت قدرت هست، در خدمت وضع موجود هست، در خدمت حاکمیت مستقر هست، این ممکنه اهل دانش باشه، فرد دانشوری باشه، ولی این روشن فکر نیست. که بدون تعارف و بدون رودرواسی بگم این ترکیب اصلا روشن فکر مذهبی برام خنده داره. این ترکیب مضحکیه، برای اینکه روشن فکر یه بستر تاریخی داره، یه شناسنامه داره، یه جایگاه داره، در یه دوره مشخص تاریخی اصلا این مفهوم متبلور میشه و این صیغه به وجود میاد تو تاریخ. اون که یه انقلاب فرانسه است، مشخصاتش چیه؟ یکی از اولین مشخصاتش اینه که علیه سلطه مذهب، که آزادی وجدان رو، آزادی مذهب رو، آزادی عقیده رو به رسمیت نمیشناخت و سرکوب میکرد، میدونید یکی از وجه‌های اصلی انقلاب فرانسه که با خودش اصلا انتلکتوالیسم، روشن فکری رو ارمغانش بود، با خودش آورد، این بود که جلوی استبداد سلطنتی و بعد جلوی استبداد دینی کلیسا ایستاد. و روشنفکر خاصیتش اینه که اساساً مذهب رو که به هر حال تو اون زمینه نقش تمامیت خواه، نقش انحصار طلب و نقش محدود کننده دارد، یکی از اساسی ترین آزادی ها آزادی وجدانه. آزادی اینه که تو هرچی خواستی معتقد باشی، خودت انتخاب کنی و اعتقاداتت رو چه بکنی. بنابراین ترکیب اینا ترکیب متضاده، ترکیبی است که بی‌معنی است. روشن فکر مذهبی، روشن فکر نمیتونه مذهبی باشه، روشن فکر نمیتونه خادم قدرت باشه. اینا بازیایی است که توی یکی دو دهه اخیر و به خصوص تو ایران برآمده. روشن فکر بنا به ذات خودش، بنا به ماهیت خودش، باید مستقل از قدرت باشه. کسی که این استقلال رو نداشته باشه نمیتونه روشن فکر باشه، باید مستقل از مذهب باشه.
کسی که در خدمت مذهب باشد فرد مذهبی است. قدرت خودش ببینید ذات و ماهیت قدرت طبقاتی است. خودش هم تکلیف و وظیفه‌ش رو میدونه. روشن فکر نیست که حاکمیت رو به خدمت خودش میگیره، این حاکمیته که روشن فکر رو به خدمت خودش میگیره. بنابراین اینا همه توجیهه. هیچ ایرادی ندارد که یه روشن فکری توی یه مقطعی در واقع در کنار یک دستگاه قدرت منتقد دستگاه قدرت باشد ولی در کنارش زندگی بکنه. سارتر توی فرانسه زندگی میکرد ولی هیچ وقت همگام با اونها نبود، یعنی با قدرت همگام نشد. در واقع قدرت اسمش روشه، قدرته. قدرت ماهیت طبقاتی داره. این قصه تو جامعه هم ستیز، یعنی تو جامعه ای که از طبقات متفاوت با منافع متفاوت تشکیل شده است، این توهمه، فریبه یا توهمه. برای اینکه ببینید اون حاکمیتی که هست ناگزیر تو جامعه طبقاتی مدافع و محافظ یه منافع خاصی، یه منافع مشخصی است. اما تغییر ذات هستی است. هستی اصلا در تغییر وجود دارد، قابل تصوره. یا شما این تغییر رو میبینی در خدمت این تغییر هستی که ناگزیر رو در رو میشی با وضع موجود، یا در خدمت وضع موجود و حفظش و توجیهش قرار میگیرید. تو جامعه طبقاتی، تو جامعه آنتاگونیستی، تو جامعه که طبقاتی وجود دارند و منافعی وجود دارند که اینا به هیچ شکلی نمیتونن با هم به یه راه حل، به یه سنتز، به یه راه حلی که منافع هر دو طرف رو تأمین کنه برسن، به خاطر سرشت و ذات اون منافع، توی هم جامعه چگونه میشه باید تصور کرد یه آدمی رو که هم با حاکمیت باشد هم در خدمت آینده باشه؟ همین قسمت اول رو درست بهش نگاه بکنیم. ببینید روشنفکر آکادمیسیان نیست، این تعریف. روشنفکر یه تعریف دارد، یه بستر تاریخی دارد، یه شناسنامه دارد، یه خواستگاه دارد. روشنفکر عنصری است که در برابر وضع موجود خودش رو در خدمت آینده قرار میده. روشنفکر یعنی کسی که روشنتر آینده رو و الزامات این آینده رو، ضرورت این تغییرات رو میتونه ببینه. همینجا بنا به این سرشتش، به هر حال این دو تا خط با هم مغایرت داره. حاکمیت یه ماموریت داره و اون ماموریت حفظ وضع موجوده و وضع موجود متضمنی یه سلسله منافعی است، مالی یه طبقه یا طبقات خاصی است. بنابراین یا شما در خدمت این طبقه و طبقات خاص و دستگاهی که در اون این طبقات سازمان یافتند برای حفظ موقعیت خودشون، برای مقابله با خطراتی که تاریخ رو نگاه کنید، برای مقابله با تهدیدات و خطراتی که دارن یا متشکل شدن، یا در خدمت این دستگاه هستید یا نه در خدمت آینده اید، در خدمت بشری، در خدمت اون افقید. این دوتا به هیچ شکلی، به هیچ جوری نمیشه با هم توی جامعه هم ستیز گفتم. فرض جامعه فعلی است، جامعه‌ای که دارید میبینید روز به روز خطا و فاصله ها روشن‌تر میشه، روز به روز داغ‌تر این تضاد. بنابراین نمیتوان روی دوتا صندلی نشست، نمیشه توی همچی تضادی بینش بازی کرد. مثال میارم سرنوشت امیر کبیر رو. امیر کبیر روشن فکر بود و میخواست صدر اعظم باشد و دیدی که چه به سرش آمد. و اتفاقا مثال میارم حیدر خان رو که شما آوردید. خب حیدر خان کدوم سمت بود؟ حیدر خان به حاکمیت خط میداد، حیدر خان مشاور استبداد قاجاری بود و سرنوشت یه آدمی مثل حیدر خان خودش کاملا نماد یه روشن فکر تو جامعه ایران. و میبینید که حاکمیت هم تکلیفش رو با یک کسی مثل حیدر خان میدونه.
و میبینید که توی جامعه استبدادی مثل استبداد قاجاری سرنوشت یک کسی مثل امیر کبیر، صدها صدر اعظم داشتن قاجارها، چرا کسی سرنوشت امیر کبیر رو پیدا نکرد؟ یعنی که این تضاد وجود داره، یا شما آینده رو باید ببینی یا حال رو نگه داری. اینی که ما پافشاری میکنیم رو این روشن فکر متعهده نسبت به جامعه، ذات روشن فکر ذات اجتماعی داره، در خدمت آینده است، در خدمت چشم‌اندازهای آینده بشره، و به این دلیل حتی اگر در موضع معارضه با قدرت حاکم هم نباشد، لااقل استقلال از قدرت حاکم شرط ضروری روشنفکری است. حزب مگه چیست؟ حزب تعریفی دارد. حزب سازمانی است، تشکلی است از یه طبقه. برمیگردد بحث شما به اینکه اون طبقه و اون تشکیلات، اون سازمان متعلق به کدوم طبقه است؟ مال چه کسانی هست؟ چه چشم‌اندازهایی رو دارد؟ اگر یه تشکیلاتی، اگر یک سازمانی منادی آینده باشه، تو تاریخ هم کم نداشته اید که کل بدنه این نوع تشکل ها روشنفکرانه بوده. اتفاقا شما خود مارکس رو عضو لیگ کمونیستی است، یک اولین تشکلی که با این هدف و با این چشم‌انداز دست شد، یه روشنفکر میشناسید یا نمیشناسید؟ انگلس رو یه روشنفکر میدونید یا نمیدونید؟ تو این 40-50 ساله بعد جنگ صد جور ایزم و ایست شاهد بوده اید که وقتی نگاه میکنید تای خط هدف همهشون مقابله با یه تفکر بوده. همه از بطن سرمایه‌داری به شکلهای مختلف سعی میکنن این سیستم رو تطهیر کنن، توجیهش کنن، براش توجیه بتراشن، سعی میکنن. و اگر قرار باشد که ما به جای قطب نمای خودمون، به جای در واقع این سمتی که خودمون داریم فراموش کنیم، بی بادبان هر روز بخوایم بگیم این چه گفت اون چه گفت، کم میاریم. تمام زندگی رو هم بخوای بگذاری به قدری از این دستگاه های فکری پوک که بسیاری از اونها یک دهه دوام نیاورده هست و اینقدر بحث در اطرافش شده، مثل داستان بحث های فقهی تو قرون وسطا، بحث های اسکولاستیک حالا توی کلیسا یا تو خود اسلام، خروارها از این بحث ها هست، هیچ کدوم با زندگی واقعی ارتباطی نداشته. بسیار آدم هم نشستن وقت و زندگی و روزگارشون رو روی اونا گذاشتن. من که ملزم نیستم ببینم که اونا همه این صحبت هایی که میکنن چه. من یه تعریف خیلی مشخص از روشنفکر و روشنفکری دارم و این تعریف رو از روی خاصگاه این کلمه، از روی بستر تاریخیش، جایگاه تاریخیش، مفهومی که تا امروز داشته، نه جریاناتی که تو مسیرش بهش حمله کردند، خواستن لوسش کنن، خواستن تحریفش کنن. امروز هم با بخشی از این تحریفات از ناحیه نولیبرال ها مواجه هستیم. تکلیف روشنفکر انتلکتوئل تاریخ معلومه.